همسر ناصر عبداللهی بعد از 18 سال سکوت بالاخره در مورد ماجرای روز قتل ناصر عبداللهی و اینکه چه اتفاقی افتاد و قاتل چه کسی بود صحبت کرد با ما همراه باشید این صحبت های بدون آشیه رو بعد از 18 سال سکوت میشنویم و راجع به هواشیش صحبت میکنیم سلام سلام چطوری رفقا به کانال خودتون کانال میم تیوی خیلی خیلی خوش اومدید امیدوارم حالا احوالتون خوب باشه و اوضاع به کام باشه خب چند ماه پیش خاطرتون باشه توی کانال یه ویدیوی خیلی مفصل در مورد ناصر عبداللهی و شواهدی که نشون میداد مرگ ناصر عبداللهی طبیعی نبوده و اون به قتل رسیده براتون آماده کرده بودم که پیشنهاد میکنم اون ویدیو رو حتما قبل از این ویدیو یا بعد از این ویدیو تماشا بکنید کلا پرونده ی مرگ ناصر عبداللهی ابهامات زیادی داشت خیلی میگفتند میگفتن که اون به مرگ طبیعی مرده ولی خیلی هم ماجرا رو جنایی میکردن و میگفتن که ناصر عبداللهی به قتل رسیده ولی خب حکومت و صدا سعی داشتش که این قضیه رو زیاد رسانه نکنه و علت مرگ رو عادی جلوه بده ولی خب چیزی که دوستان نزدیک ناصر عبداللهی میگفتن این بودش که به کما رفتن ناصر عبداللهی طبیعی نبوده و در سر درگیری و ضرباتی که به سرش خورده اون به کما رفته اتفاقی که همین چند هفته پیش هم توسط محمد علی بهمنی شاعر و تران و از دوستان نزدیک ناصر عبداللهی هم تایید شدش و گفتش که ناصر عبداللهی توی روز حادثه حال خوبی نداشت و در سر شدت جراحاتش به بیمارستان منتقل شد و بعدم به کما رفت و متاسفانه از دنیا رفت و اینطور نبود که به مرگ عادی و طبیعی مرده باشه ولی خب ما هیچ وقت نفهمیدیم چه کسی اون رو مورد ضرب و شد قرار داد خیلی هم می گفتن که اون خودکشی کرده و خودزنی کرده ولی اصلا عملی نخواهد بود و مطمئن هستم که یه گروه یا افرادی با اون کینه داشتن و به خاطر مشکلاتی که با اون داشتن این بلا رو سرش آوردن اما پرونده ناصر عبداللهی کلا مبهم بود و خانواده نزدیکش هم خیلی دوست نداشتن راجع به پروندهش صحبت بکنن تا اینکه بالاخره فاطمه فهیمی همسر زنده ناصر عبداللهی بعد از 18 سال برای اولین بار گفتگویی انجام داد و در واکنش به صحبت‌های محمد علی وهمنی صحبتهایی رو در مورد علت مرگ ناصر عبداللهی مطرح کردش این گفتگو که اولین مصاحبه خانم فهیمی بعد از 18 سالم هست نکات مبهمی از پرونده قتل ناصر عبداللهی رو مشخص میکنه کسی که به گفته خودش در تمام این سالها متهم به قتل همسرش هم بوده اما قانون به اون اجازه نداد تا پیگیری قضایی بکنه و این پرونده بدون پیگیری توسط پدر و پسران ناصر عبداللهی عملا مختومه شد و هرگز هم عاملان قتلش مشخص نشدند. توی خیلی از و تو اون سالها شایعه شده بودش که ناصر عبداللهی به وصف دستور همسرش و همینطور توسط برادران همسرش به قتل رسید و ماجرا هم برمیگرده به اعتقادات قومیتی که ناصر عبداللهی سنی مذهب بود و خانوادش تعصبات خاصی رو داشتن و به خاطر خیلی از آهنگهاش از جمله آهنگ فاطمه بنت نبی اون رو به قتل رسوندن و خب اختلافات قدیمی و ریشه داری رو از سالهای قبلتر داشتن ولی خب خانم فهیمی همسر ناصر عبداللهی توی اولین مصاحبه که انجام داد گفت زمانی که ما به بندر اومدیم مدت ها در خانه پدرم ساکن بودیم تا زمانی که بتونیم خانه ای تهیه کنیم چون رفتن ما به بندر یه دفعه اتفاق افتاد ناصر گفت که ده سالی میشه در تهران زندگی میکنیم و میخوایم به بندر برگردیم وقتی که به بندر اومدیم پدرم خونه ای رو که در پایگاه فرهنگی داشت به ما داد تا ما بتونیم وسایلمون رو اونجا بذاریم بعد از اونم تا وقتی که ما خونه پیدا کردیم در منزل پدرم ساکن شدیم روزی که این اتفاق برای ناصر افتاد من در منزل پدرم بودم و خانه خودمون نبودیم من به خاص خود ناصر به خانه پدرم رفتم و ناصر گفت که من در حال تنظیم قطعی هستم چون برو من هم تا غروب خودم رو میرسونم همه بچه ها در خانه بودن نوید، نازنین و نامی او مبین این که یکی دو ماه بعد از رفتن به خونه خودشون این اتفاق افتاد ادامه میده روزی که این اتفاق افتاد بچه ها به مدرسه رفته بودن و من با دخترم نینا برای خرید رفتیم که ناصر به من گفت که شما برو من خودم به دنبالت میام وقتی من رفتم بعد از اون با ناصر تماس گرفتم ولی خب جوابی نداد با بچه ها که تماس گرفتم اونها خونه بودن یک بار گفتن پدرشون خوابه و بار دیگه گفتن که در حال کار کردن هستش فردای اون روز به من گفتن که شما تو خونه بمون پدر خودش به دنبالت میاد فردا صبح که من به خانه پدرم رفته بودم خانواده ناصر به منزل پدر من اومدن فکر میکنم برادر ناصر بود که به دنبال پدرم اومد و پدر من هم با اون رفت هرچه تماس گرفتم با پدرم که بپرسم چرا خانواده ناصر اومدن اینجا تو رو کجا بردن پاسخی نداد بعد فهمیدم که تازه ناصر در بیمارستانه که اون هم پدرم بهم گفت هیچ کس به من هیچ حرفی نمیزد حتی مادر ناصر به من گفت حال ناصر خوب است و فعلا به خانه نیا با وجود اینکه ناصر توی بیمارستان بودش و انگار یه چیز مهم رو از من مخفی میکرد همسر ناصر عبداللهی ادامه میده وقتی من به بیمارستان رفتم ناصر اصلا اوضاع خوبی نداشت سر تا پای اون دچار مشکل شده بود چندین جای بدنش دچار شکستگی شده بود و کلا جمجواش از بین رفته بود حالا چه اتفاقی براش افتاده بود واقعا من متوجه نشدم خانواده من هم زیاد چیزی نمیدونستن که چه اتفاقی افتاده و چه بلایی سر ناصر اومده اما هاشیه ها زیاد بود میگفتن کار ما بوده و ما ناصر رو زدیم منظورشون اینه که خانواده ی همسرش اون رو زدن و خب خیلی از دوستان و نزدیکان و بستگان ناصر عبداللهی انگار شایعی ایجاد کرده بودن که خانواده ای همسرش این بلا رو سرش را انداختن و اون رو کتک زدن همسر ناصر عبداللهی همینطور در مورد هاشی هایی که اون دوران ایجاد شده بود هم صحبت کرد و میگفتن که کار ما بوده و ما ناصر رو زدیم اون تنها یه تن بیجان بودش حتی جمجمه هم نداشت کتفش زانوش مچ پاش و قسمت های دیگر شکسته بود و توی بیمارستان بودیم ناصر صورتش هم به صورت کامل زخمی شده بود و در سر شدت جراحات کلیهاش از کار افتاده بودند. من این جسمی که کاملا بی جان بودش رو توی بیمارستان دیدم ولی نمیفهمیدم که چه بلایی سر این آدم اومده که تا به امروز هم هرچی بهش فکر میکنم هیچ جوابی براش ندارم ناصر یه سنی مذهب معتقد بود اون به اهل بیت اعتقاد زیادی داشت حتی زمانی که میخواست موزیک احمد سانی رو بخونه وقتی با پدر من مشورت کرد پدرم به اون گفت که حمایتت میکنیم حالا ما که همیشه خودمون و خانوادهمون از ناصر حمایت کرده بودیم و حتی آهنگ های مذهبیش رو همیشه مورد حمایت خودمون قرار دادیم چطور میتونیم ناصر رو کشته باشیم و اینجور به دور از عدالت ما رو محکوم بکنن وقتی من به خاطر پرونده ناصر به تهران رفتم و پیگیری کردن به هم گفتن که شما نمیتونید به عنوان همسر پیگیر قضیه باشید فقط پدر، مادر و پسر ارشدش میتونن پیگیر پروندش باشن حتی قانون به من اجازه پیگیری هم نداد مطمئنم ناصر رو زده بودن اما اینکه چه کسی این کار رو کرد و من هیچ وقت نفهمیدم هیچکس پیگیری نکرد من میدونم که به ناصر حمله شده بود از آثاری که در بدنش دیدم مشخص بود این قضیه این صحبت هایی هم که در مورد خودزنی انجام میدن اصلا صحت نداره هیچکس نمیتونه جوری به سرش ضربه بزنه که جمجمش ترک بخوره و نرم بشه یا جوری صورتش رو خراش بندازه که یه تیکه از گوشت صورتش کنده بشه هیچ کسی نمیتونه تا این حد خودش رو بزنه که کت و زانو و مچ پاش حتی شکسته بشه و خورد بشه و قطعا کار یه نفر دیگه بوده که هنوز نمیدونم چه کسی بوده و با چه انگیزه این کار رو کرده ولی چیزی که میدونم اینه که کار من و خانوادم نبوده خب دوستان حتما نظراتتون رو راجع به صحبت های همسر ناصر عبداللهی برامون تو بخش کامنت ها بنویسید حتما اون ویدیوی تکمیلی رو هم که چند ماه پیش آماده کرده بودم و توش هواشی پنهان زندگی ناصر عبداللهی و ماجرای مرگش رو گفته بودم تماشا بکنید از یه بوده دیگهم قضیه مرگ ناصر عبداللهی رو بررسی کردم حتما نظراتتون رو هم برامون کامنت بکنید یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیو رو تماشا کنید